به نام خداوند بخشنده مهربان. روحیه و ضوابط کاری اجتماعی ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است. همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. ترجمه: و بگو عمل کنید، پس به زودی الله جل جلاله و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید و به زودی به سوی خداوند دانا پنهان و اشکار بازگردانیده می شوید. پس شما را به چی انجام می دادید آگاه می کنید و گواهی می دهم بر این که نیست معبود بر حق جز خدای یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. در واقع ملت ها تنها به سخن گفتن و شعار دادن ساخته نمی شود، بلکه با علم، بخشش و فداکاری ساخته می شوند. و از مهمترین راه های ساختار و تقدم یک ملت انجام دادن کار جدی و دقیق است، چون خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: و بگو عمل کنید، پس به زودی الله جل جلاله و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید و به زودی به سوی خداوند دانای پنهان و آشکار بازگردانیده می شوید. پس شما را به چی انجام آنچه که انجام می دادید آگاه می کند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: با راستی خداوند متعال دوست دارد وقتی یکی از شما کاری را انجام می دهد باید دقیق و با اتقان بوده باشد. پس هم دین و هم وطن از ما می خواهد تا زحمت بکشیم و کار کنیم و تولیدات داشته باشیم، خصوصا که دین ما دین کار و تلاش و دقت نگری در عمل می باشد. وقتی که یک فرد عنصر اساسی در ساختار جامعه بوده باشد، پس نقش حقیقی خود را وقتی می تواند در این ساختار به صورت درست ادا نماید و کامل سازد که همراه با دیگر افراد جامعه برای رفاه و رشد مجتمع کار درست نماید. چون گاهی یک انسان به تنهایی خود می تواند کار را انجام بدهد، ولی اگر اندیشه و تلاش خود را با اندیشه و تلاش دیگران یک جا بسازد، بدون تردید نتیجه کارشان بزرگتر و با منفعت تر می شود. بنابراین اسلام جایگاه کار جمعی را بلند برده و آن را از اساسی ترین عوامل بنای کشورها و تمدنها پنداشته است، زیرا در این کار انرژی بیشتر سرمایه گذاری می شود و تصامیم بیشتر متحد و یک جا می گردد و برای رسیدن به اهداف مشترکی که باعث خیر و فلاح همه مردم است همکاری بیشتر صورت می گیرد. خداوند متعال در قرآن کریم خود چنین می فرماید: و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ترجمه آن زیر می باشد: و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با هم دیگر همکاری کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید. و کسی که پیرامون خطاب قرآن کریم تدبر و فکر نماید، می بیند آیاتی که بر نشر روحیه عمل جمعی و انجام کارها در ضمن یک تیمی تشویق می کند بسیار و متعدد است. از آن جمله این فرموده خداوند متعال پیرامون عبادت جمعی که می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسی که شما و کسانی را که پیش از شما بودن آفرید، تا پرهیزگار شوید. و درباره نماز که از بزرگترین شعائر دین اسلام است با لفظ جمع چنین می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: و نماز را برپا دارید. و در آیات دیگری همچنان می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع کنید و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار نیک انجام دهید، باشد که رستگار شوید. همچنین خداوند متعال پیامبر خود را خطاب قرار داده می گوید:
که ترجمه آن زیر می باشد و با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می خوانند و تنها وجه او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمانت را از آنها برمگیر و پیروی نکن از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل ساخته ایم و هوای نفس خیش را پیروی کردن و کارهایشان از حد گذشته و برباد است. و در جای دیگری همچنان فرموده که بر اسمان الله یعنی قرآن کریم و اسلام چنگ زنید و پراگنده نشوید. و خداوند ما را از اختلاف و تفرقه هشدار می داده می فرماید الله جل جلاله و پیامبرش را اطاعت کنید و با هم دیگر نزاع نکنید که سست شوید و قوت و محبت شما از میان برود و صبر کنید، بیگمان الله جل جلاله با صابران می باشد. و بدون شک انجام دادن کار و ادای وظیفه با چنین روحیه جمعی پایه‌های دوستی و صمیمیت و برادری و مهربانی میان فرزندان جامعه را تقویت می بخشد. و سپس این فرموده خداوند متعال بر ایشان صدق می کند که می فرماید و این امت شما امت واحد و یک پارچه هست. همچنین این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ایشان متحقق می گردد. نمونه و مثال مسلمانان در دوستی و مهربانی و عطوفتشان مانند یک جسم هستند. هرگاه یک بخشی از این جسم به درد بیاید همه جسد را درد و تب فرا می گیرد. و زمانی که یکی از بزرگان خواست اهمیت اتحاد و یک پارچگی را به فرزندان خود بیاموزند و بیان نماید که اتحاد سبب قوت و انرژی است و همچنین آنها را از خطر اختلاف و تفرقه که سبب پراگندگی و ضیاع است آگاه بسازد، دسته ای از چوبهای باریک را آورد و فرمود چه کسی از شما می تواند این دسته از چوبها را به یک ضربه یا دو ضربه بشکند؟ پس همه آنها تلاش کردند تا آن را بشکند ولی نتوانستند. سپس آن دسته را باز نمود و هر یکی از چوبها را به هر یک از فرزندان خود داد و به آنها گفت حالا این چوبها را بشکنید. پس هر یکی آنها این چوبها را به یک ضربه شکستند. سپس این بزرگ گفت وقتی چوبها با هم بودن نشکستن و وقتی از هم جدا شدن به یک ضربه شکستن. و قرآن کریم برای ما نمونه ها و مثال های زیاد و زیبایی بیان نموده که همه بر کار جمعی تشویق و ترغیب میکند و توضیح میدهد که تاثیر کار جمعی برای رسیدن به هدف بزرگ چگونه است. دیده می شود وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به ساختار کعبه مأمور شد به نزد فرزند خود حضرت اسماعیل علیه السلام رفت و فرمود همانا خداوند متعال مرا به انجام کاری دستور داده است. حضرت اسماعیل علیه السلام گفت پس آنچه را که پروردگارت دستور داده است را به جا بیاور. گفت آیا تو مرا در این امر یاری میکنی؟ اسماعیل گفت حتما یاریت میکنم. فرمود خداوند به من دستور داده تا در اینجا خانه این بسازم. پس در آن وقت بود که هر دو با هم پایه‌های خانه را بلند نمودند. حضرت اسماعیل علیه السلام سنگ‌ها را می‌آورد و ابراهیم علیه السلام می‌ساخت. پس با هم نخستین خانه‌ای که در روی زمین برای مردم گذاشته شد را ساختند. پس قرآن کریم این موقف بزرگی را در این فرموده خداوند متعال جاودان ساخت. و با یاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگارا از ما بپذیر همانا که توی شنوای دانام. و در سوره کهف پیرامون داستان ذوالقرنین خداوند متعال برای ما زیباترین و خوبترین نمونه همکاری و تضامن اجتماعی و کار و تلاش بر روحیه جمعی را بیان می نماید. چون وقتی این پادشاه عادل نزد قومی رسید که نه او آنها را می شناخت و نه آنها او را می شناختند، پس آنها از او کمک خواستند و او نیز به خواست آنها لبیک گفت، ولیکن آنان را بر همکاری با خود ملزم ساخت و آنها را در کار شریک نمود و از انرژی و توان آنها استفاده کرد. پس همه با هم و با یک دست تلاش نمودن و این ساختمان بزرگ را تمام کردند که سبب حمایت آنها از یأجوج و مأجوج بود. در این باره قرآن کریم چنین می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد
و به سفر ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند. آنان به او گفتند ای ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد می کنند، پس آیا هزینه برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سد بسازی؟ ذوالقرنین گفت آنچه پروردگارم در اختیار من قرار داده از قدرت و ثروت بهتر است از آن چه شما پیشنهاد می کنید، پس مرا با نیرو یاری کنید تا میان شما و آنها سد محکمی بسازم. قطعات بزرگی آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید. تا وقتی که کاملا میان دو کوه را برابر کرد و پوشانید گفت در اطراف آن آتش بفروزید و در آن بدمید. آنها دمیدن. تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مثل ذوب شده برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم. سرانجام سد محکمی ساخت، پس آنها یعنی یاجوج و ماجوج اصلا نتوانستن از آن بالا روان و نتوانستن سراخ و نقب در آن ایجاد کنند. و حضرت موسی کلیم از خداوند متعال می خواهد که با زوی او را با هارون برادرش تقویت نماید تا در انجام وظیفه‌ای که خداوند به دوش او گذاشته همکار و پیش و پشتیبانش بوده باشد. در این باره خداوند متعال به زبان حضرت موسی علیه السلام چنین می فرماید موسی گفت پروردگار سینه‌ام را برایم بگشا و کارم را برایم آسان گردان و از زبانم باز کن تا سخنانم را بفهمان و برای من یاور و وزیری از خاندانم قرار ده. برادرم هارون را به وسیله او پشت مرا محکم کن و او را در کار رسالت من شریک ساز تا تو را بسیار تسبیح گویم و بسیار تو را یاد کنیم، بیشک که تو به حال ما خوب بینایی. و همچنین کسی که پیرامون سیرت و شمائل گهربار پیامبر صلی الله علیه وسلم تفکر نماید میبیند که در آن صفحات شرافتمند زیادی از همکاری و مشارکت اجتماعی و کار جمعی در زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم با اصحاب کرام خود وجود داشته است. حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه می فرماید سوگند به الله ما همیشه در سفر و خانه با پیامبر صلی الله علیه وسلم یک جا بودیم، همیشه در کم و زیاد با ما همکاری می کرد. همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه در کار و سختار با آنها شخصا همکاری می کرد و آنها را بر اتفاق و عدم اختلاف و پراگندگی تشویق می نمود، طوری که در روز خندق برای بن عازب رضی الله عنه می فرماید من در روز غزوه احزاب پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیدم که خودش خاک را انتقال می داد و خاک سفید شکم مبارک را پوشانیده بود و او صلی الله علیه وسلم می فرمود بار خدایا اگر تو نمی بودی ما به سوی حق هدایت و رهنمایی نمی شدیم و نه صدقه می کردیم و نه نماز می خواندیم، پس بار خدایا بر ما آرامش را نازل فرما و اگر با دشمن رو در رو شدیم گام های ما را ثابت بدار. همانا آنها بر ما شوریدن و بغاوت کردن و اگر آنها فتنه می خواهند ما نمی خواهیم. و زمانی که حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه خواست 300 نهال خرما را کشت نماید تا با آنها خود را از بردگی آزاد سازد، پیامبر صلی الله علیه و سلم با یارانش فرمود برادر خود را یاری کنید. سلمان فارسی رضی الله عنه می فرماید پس آنها مرا با دادن نهال خرما کمک کردند، یک نفر 30 نهال و دیگری 20 نهال و سومی 15 نهال و شخص دیگری آنچه که داشت تا اینکه برای من 300 نهال جمع شد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا امر کرد تا برای آنها حفره بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم اشعری ها را به نیکوترین ستایش توصیف نموده است، چون روحیه کار جمعی در سخت‌ترین حالت در تصرفات و افعالشان نزد آنها غالب بود، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا اشعریان وقتی در جنگ از آنها به وزنان باقی می ماند و یا غذای عیال و فرزندانشان در مدینه کم می شد، هر آنچه که داشتن با هم و در یک لباس جمع می کردن سپس آن را با برابری تمام در میانشان با یک ظرف تقسیم می نمودن، پس آنها از من و من از آنها هستم. ستایش مخصوصی خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است و گواهی می دهم که نیست معبود برحق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است.
برادران مسلمان، این عمل جمعی که برای آن تلاش میکنیم کاری است که میسازد و خراب نمیکند، با هم جمع میکند و از هم جدا نمیسازد، و این کار برای اساسهای شرعی مانند تضامن اجتماعی میان فرزندان مجتمع استوار است، تا که میان فرزندان جامعه گرسنه و نیازمند دیده نشود، یا بر اساسهای تربیت و علمی مانند همکاری علما پیرامون تحقیقات علمی و دانش آموزان در انجام کارهای آموزشی و علمی شان استوار است، و یا بر اساسهای ملی بخاطر کار و تلاش برای رفاه و تقدم وطن و جامعه در هر بخش استوار است. این عمل جمعی به معنای عمل نیست که بر اساس ادعاهای ویرانگر استوار بوده باشد، تا مردم را بر قتل و تغریب و خون و خونریزی و ویرانی کشورها و تلاش برای ضعیف ساختن و از بین بردن آنها جمع نماید. این چنین ادعاها بر دروغ و افترا و جعل حقایق استوار است و به هیچ دین یا وطن یا وجدان وابسته نیست. همانا کار جمعی که ما بران تشویق میکنیم آن عبارت از کار و تلاش برای عبدسازی منافع دین و وطن و انسانیت مردم میباشد، و اینها متلازمات آن که از یک دیگر جدا نمیشوند. پس ما چقدر نیازمند آنیم تا این چنین روحیه را در نفوس فرزندان خیش جا و جا بسازیم و آن را بر رسم و منهج زندگی تبدیل نماییم، تا مردم در سایه آن زندگی نمایند و دوستی و صمیمیت و مهربانی میان فرزندان یک مجتمع منتشر گردد و ملت ما را در هر بخش به همان جایگاه ترغیب دهم که مناسب حال آن است. و ما تاکید میکنم که هرگاه میان فرزندان ملت مصر روحیه کار جمعی غالب و رایج گردد، اینها میتواند کارهایی را انجام بدهند که دیگران انجام آن را مستحیل و ناممکن میپندارند، و شواهد و تجربه و واقعیت های زندگی در گذشته و حال برای این ادعا بهترین دلیل است. پس خدایا ما را در میهن ما در امن و امان بگردان، پیشوایان و بزرگان امور ما را توفیق نصیب کن، و کشور ما را از مکرگران و فساد مفسدان در امان بدار.